سلام دوستان عزیزم، برای کسانی که تازه به برنامه ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. با من تکرار کنید: من لایق بهترین ها هستم. من لایق بهترین ها هستم. من لایق بهترین ها هستم. و هیچ موقع بیخیال آرزوهاتون نشین. هر کاری که میخواین انجام بدین، یک کاغذ قلم بردارید و ببینید هدفتون چیه، آرزوتون چیه. یه ماشین زیبا، یه خونه زیبا، یه کار خوب، هر هدفی که دارین بنویسین و بعد بگردین به دنبال راهش. و اینو بدونید که خواستن توانستن است، توانستن خلق کردن است و باید بگردید برای رسیدن به هدفتون. یک راهی رو خودتون خلق کنید، هیچ کسی دیگه نمیاد به شما کمک بکنه. این خودتونین که باید خواسته هاتون رو، راهش رو برای خودتون خلق کنید. پس از همین الان یک کاغذ قلم بردارید، خواسته هاتون رو بنویسید و ببینید که چه کاری میتونید انجام بدید که نزدیکتر بشین به اون خواسته هاتون. و همین که شما اون کاغذ قلم رو برداشتین، یادتون باشه اولین قدم رو برای رسیدن به هدفتون برداشتین. امروز تصمیم دارم که یه مقدار سوپ درست بکنم از موادی که توی یخچالم دارم و مقدارش کمه. اشتباه نکنید، منظورم این نیست که مواد مونده رو، برنج مونده و این چیزها رو بگم سوپ بکنید، نه، منظور من این نیست. منظور من مثلا من چند تا شاخه لوبیا سبز دارم، نصف فلفل دلمه دارم، چند تا دونه هویج دارم یا یه کوچولو بروکلی دارم. هر چیزی که دارم میخوام با این سوپ درست بکنم. و جالبتر از آن که وقتی که من این سوپ رو درست بکنم، فردی که میخواد این سوپ رو امتحان بکنه همسر منه. و حالا ما چه ماجراهایی خواهیم داشت که ایشون آیا این سوپ رو تست بکنن یا نکنن، چون اصلا ایشون سوپی و آشی نیست. به هیچ عنوان سوپ و آش نمیخورن، اصلا سوپی نیستن، سوپ جو رو دوست دارن. خب وقتی که کسی سوپ دوست نداشته باشه، به زورم بهش بدی تست بکنه، حالا شما هزاری زحمت کشیده باشی، هر چقدر که خوشمزه باشه، هر چقدر که پر ویتامین باشه، هر چقدر که عالی باشه، دوست نداره دیگه. حالا ببینیم آخر ماجرا به کجا ختم میشه. خب با هم دیگه میریم آشپزخونه، ولی قبلش چایمون رو مینوشیم و بعد با هم دیگه میریم آشپزخونه. به به، به امید اینکه شما هم چاییاتون رو درست کردین و نشستین دارین چایی میل میکنین و این برنامه رو تماشا میکنین. با هم میریم آشپزخونه. ما حدود 59 سوپ داریم که این سوپ امروز اسم به خصوصی نداره. این سوپ، سوپ یخچالیه. یعنی هر چیزی که شما توی یخچالتون دارین در میارید و اینو سوپش میکنید. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم کلی مواد تازه و خوب توی یخچال داریم. و بعد به ترتیب روزهای دیگه سوپ قارچ، سوپ کدو، سوپ شلغم، آش شلغم و همینطور انواع و اقسام سوپها و آشا که هر کدوم مزه خاص خودشو داره بهتون نشون میدم. اینجا آبو گذاشتم، قابلمه رو زیرش روشن کردم که مواد سوپمون رو به ترتیب بهش اضافه بکنم. مواد سوپمون: یک عدد سیب زمینیه، یه مقدار فلفل دلمه، یه کوچولو زنجفیل و یه کوچولو زردچوبه تازه، یک عدد هویج، یک عدد فلفل قرمز که این فلفل قرمز ذائقه‌ایه که اگه تندی دوست دارید میتونید بهش اضافه بکنید. و اینجا گوشت بوقلمون دارم من. شما میتونین یک عدد رون مرغ بندازین، بستگی داره به میل خودتون. ولی من چون این گوشت بوقلمون رو، ببینید، بهش پیاز و نمک و فلفل و زردچوبه همه چیز زدم، قلقلش میکنم، چون این گوشت رو داشتم از این گوشت استفاده میکنم. و یه مقدار پیازچه، یک پیاز کوچولو، سه عدد گوجه فرنگی. گوجه فرنگیش هر چقدر بیشتر باشه بهتره. یه مقدار لوبیای سبز و یک عدد قارچ. یک قاشق غذاخوری لپه
یک قاشق غذاخوری پر برنج و سبزی هم هر چی که توی یخچال داشتم، یه مقدار سبزی. من جعفری اینا و توش چند تا دونه برگ نعنام هست، سه تا حبه سیرم اینجا داریم. حالا این آب جوش اومده، توی این آب ما برنج رو میریزیم. حالا لبنمون رو اضافه میکنیم. حالا سه تا دونه حبه سیرمون رو اضافه میکنیم. حالا هویجمون رو خوردش میکنیم. هویجا رو بهش اضافه میکنیم. این هم از گوجه فرنگی هامون به این سوپ اضافه میکنیم. گوجه فرنگی ها رو بهش اضافه کردم. حالا پیازچه رو خورد میکنم. لزومی نداره که خیلی خیلی خورد بشه. حالا پیازچه رو بهش اضافه میکنم. پیازمون رو خورد میکنیم. پیازم لزومی نداره خیلی خورد بشه چون خودش آب میشه توی سوپ. حالا پیاز رو بهش اضافه میکنم. قارچمون رو خورد میکنم و قارچ رو بهش اضافه میکنم. حالا سیب زمینی رو خورد میکنم. هیچ کدوم رو خیلی خیلی خورد نمیکنم. ببینید بینش. حالا این سیب زمینی ها رو بهش اضافه میکنم. ببینید عجب سوپی. لوبیا سبزا رو خوردشون میکنم. به سوپمون اضافه میکنم. حالا فلفل دلممون رو خورد میکنم. فلفل دلمه خیلی خوش عطر میکنه. فلفل دلمه است. و بروکلیمون رو خورد میکنم. بروکلی رو زیاد خوردش نمیکنم. بهش اضافه میکنم. این چند تا دونه پلام توماتو رو همینجوری میندازم. و حالا گوشتای بوقلمونمون رو که نمک و فلفل و زردچوبه و پیاز بهش زدم قلقلی میکنم. قلقلی های ریز ریز. گوشت چرخ کرده حتما باید آبتون جوش باشه که بریزید توی قابلمه، وگرنه گوشتتون باز میشه. من اصلا رب بهش نمیزنم به خاطر اینکه میخوام اون طعم طبیعی و رنگای طبیعی که وجود داره احساس بشه. این هم از گوشتای قلقلیمون.
یه همش میزنم، زنجفیلمونو پوست میگیرم، زنجفیلو درشت چهار قسمتش میکنم، میندازم این تو که طعمش بیاد بیرون. زردچوبه دستو خیلی زرد میکنه، این زردچوبه ها اصلا ناخونا رو انگشتا رو همه رو زرد میکنه، ولی خیلی خاصیت داره. شکلش هم شکل هویجه. این سوپ پر از ویتامینه. جعفریش هم که در انتها بهش اضافه میکنم. این زردچوبه رو به این شکل چهار قسمتش میکنم که طعمش در بیاد. ببینید شکل هویجه. این زردچوبه تازه است. زردچوبمونم اضافه میکنم به سوپمون. نصف قاشق مرباخوری هم زردچوبه بهش میزنم. ببینید رنگا همه عالی، گوشتاش هم اصلا باز نمیشه به خاطر اینکه آبش جوشه. حالا زیرشو کم میکنم، درشو میذارم تا جا بیفته. نمکم نمک هیمالیا بهش میزنم. فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنم. سبزیمو خورد میکنم و ولی بهش اضافه نمی کنم. چایی که بهتون گفتم، چای کامران، چای سبز کامران، اینه ببینید، خیلی چای خوشتم و خوشمزه‌ایه. حالا میخوایم یه سری بزنیم به سوپمون ببینیم که در چه حاله. خب این هم از سوپمون. به به به، چقدر عالی و جا افتاده تمام موادش. این وقتی زیر دندون میاد این مواد، چون پخته است خیلی خوشمزه است. یه مقدار کوچولو زعفرون بهش اضافه میکنم و حالا سبزیشو که خورد کردم بهش اضافه میکنم. این هم سبزیش. چون نمیخوایم سبزیش زیاد بپزه، این سوپ دیگه آماده است. این سوپ فرق میکنه، موادش همه درشت زیر دندون احساس میشن، ولی کاملا پختن، گوشتا کاملا پخته است. من اینو گذاشتم حسابی جا افتاده. ببینید هیچ گونه ربی چیزی داخل این نریختیم، تمام موادش همه رنگامیزی خودشه. همه مواد جا افتاده، عالی. من دوست دارم که سبزی ها این ویتامین و تراوت و سبزیش رو داشته باشه. این آب لیمو هم که آبشو گرفتم، لیموی تازه بهش اضافه میکنم. عجب سوپی. این
سوپ لذیذ ما آماده است. الان میکشمش. فوق‌العاده مملو از ویتامین‌های فراوان و سبزیجات تازه. همه امشب خودمونو دستورشو نذاشتم چون که قراره که یه روز دیگه براتون این مرغ‌آلو رو درست بکنم. امشب مرغ‌آلو واسه خودمون درست کردم و سوپو که دستورشو براتون گذاشتم نشون میدم. سوپو میکشم. به به از این سوپ. این مرغ‌آلو رو که واسه شام پختم طرز تهیه‌اش رو امروز نشون ندادم که اون رو در یه فرصت دیگه حتما براتون میذارم. حالا غذا رو میبرم سر میز. بفرماییم. خب دوستان عزیزم، حالا من امشب سوپ پختم، سوپ خوشمزه. حالا بگید چرا میخندم. سوپ خوشمزه و ایشون باید این سوپ خوشمزه رو ترای کنم. برای من چرا گذاشتین؟ من که سوپ دوست ندارم. ایشون اصلا سوپ و آش دوست ندارن. به چرا؟ هیچ یک نوع آش دوست دارم. آش عراقی سیراب شیردون، آش جو سیراب شیردون، اون فوق العاده خوشمزه است. حتما یه دفعه براتون درست میکنم. هیچ چیز دیگه ای رو امتحانم نمیکنن. یه دونه آشم عمه جیلام درست میکرد. یه دونه آشم عمه جون جیلاشون درست میکردن که اونو خیلی دوست دارم. ولی شما باید اینو امتحان بکنید. یعنی اصلا این حرفا نیست، راه فرار ندارین. این آش براتون خوبه، هوا سرده، ایام کروناست. بس بابا. نه عزیزم، باید بخورین که جون بگیرین. زود جون بگیرین. بفرمایید. بسه خودم هم بکشم. نه ببخشید ها، وقتی بچه ها با چنگال، آخه کی با چنگال آش میخوره؟ منو ببخشید، خیلی ببخشید. منظور اینه که شما باید این آشو نمیشه. باز الان همه فکر میکنن من چه آدمی آدم میخورم. جون بدون میخورم. خب پس باید قشنگ خورده بشه. مثل بچه ها که غذا نمیخورن بهشون غذا میدی. به به، واقعا به به، به خدا این آشش سوپش خیلی خوشمزه و پر ویتامینه. اما فردی که داره امتحان میکنه آدمی نیست که سوپ خور باشه متاسفانه. حالا خودم بخورم ببینم. فوق‌العاده خوشمزه است. لطفا بگیم فوق‌العاده خوشمزه است. خب وقتی کسی دوست نداره چطوری بگه خوشمزه؟ خواهش میکنم شما توی کامنتاتون به ایشون توصیه بفرمایین که سوپ برای بدن لازمه، به عنوان استارتر لااقل میل بکنن، چون من میبینید که براشون غذام درست کردم. آقای پاک فطرت نازنین برای من نوشتن که آخه شما خانما کی میخواین متوجه بشین که سوپ و کوکو غذا نیست؟ بله. اینم تازه چیزم داره، بوغنمونم داره، گوشت بوغنمون ببینید گوشتش که خوشمزه است. به به.
پیشبندم ببندم. خب عزیزان، تمام اینا برای این بود که خواستیم شما توی این ایام کرونا یه مقدار اون حال و هواتون عوض بشه و یه مقدارم یاد بگیرید که اگه همسرتون احیانا غذایی رو گفتن که نمیخورن، خانواده آش و سوپ دوست ندارن، بهتون یاد میدم اینجای دهنشون رو میگیرین یه فشار میدین دهن باز میشه، بعد اینجا رو یه فشار میدین بسته میشه خوردش میدن. عزیزان انشالله که هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین. ما اینجا خورشت مرغ آلو. خب بذار من اونو تست کنم بگم. نه اونو وقتی که من مرغ آلو درست کردم توی برنامه خود مرغ آلو تست کنیم. باید طرز تهیهشو داشته باشم. من فقط قیافشو بهتون نشون بدم که وقتی اینو درست کردم ببینید. در هر صورت سوپ جو، سوپای همه سوپا رو من به اندازه دوتا قاشق میخورم. دوتا قاشق. ایشون کلن سوپی نیستن. حالا من شما تا فردا صبح هم بشینیم داستان همینه. بهتره که با عزیزان خداحافظی بکنیم، چون من قراره 50 مدل آش و سوپ براتون درست بکنم و همه اون 50 مدل رو ایشون امتحان بفرماین و اگر هم نخوردن قراره که دهنشون رو باز بکنیم و با قاشق به زور باید بخورن، چون 50 مدل آش و سوپ فوق‌العاده خوشمزه. حالا یه نفر دوست نداره اون دوتا رو اول درست کن. نه اون دوتا اتفاقا میرن آخر صف، اون دوتایی که شما دوست دارین آخر صفن. خب عزیزان امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین و اگر از این برنامه خوشتون اومد لایک کنید و سابسکرایب کنید. مرسی عزیزان. همیشه بخندین، همیشه خوشحال باشین، براتون بهترین ها و سلامتی آرزو میکنم. مرسی، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.